بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این جلسه رسیدیم به قسمت دوم از سیمای صحابیه بزرگوار، بانوی بزرگوار از شاگردان مدرسه نبوت، ام دهداه انصاری، از نسل اولیه‌ای که در مدینه توسط سفیر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اسلام رو پذیرفتن. و اشاره کردیم که ام دهدا و همسرش ابو دهدا بزرگوارانی هستند که حقیقت دین رو درک کردن، سرسری از آیات کنار آیات الهی رد نمی شدن. اونجا رسیدیم که آیه قرآن نازل شده بوده، من یقرض الله قرضا حسنا، کیه که به خدا قرض حسن بده؟ خب این ام دهدا ابو دهدا با هم گفتن خب ما باید در راه خیر اقدام بکنیم، دستور خداست. سرسری عبور کردن. ابو دهدا رفت پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله، آیا خدا قرض نیاز داره؟ گفت بله. آیا در ازای این قرض خدا به بهش میده؟ گفت بله. یعنی منظور چیه؟ یعنی وظیفه انسان هست که به دیگران کمک کنه و در مسیر دعوت و حرکت دینی بتونه تلاش بکنه. اونهایی که دارن، یکی به گونه دیگه عمل میکنه، یکی مال و داراییشو میده. پس گفت یا رسول، بیا من هر دو تا باغمو میدم. پیامبر گفت نه، یه باغت نگهدار، یه باغ بده. گفت پس بهترین باغ رو میدم، اون باغی که 600 تا درش درختان خرما هست. و گفت اومد پیش همسرش، اونا تو همون باغی بودن که در راه خدا داده بود، و با شعر جواب گفت این داستان رو، و همسرش هم با شعر تبریک گفت بهش به خاطر بهشتی که نصیبش شده. و خب این نکته خیلی قابل تأمل بود، این فهم اینها از موارد دینی بود. تا اونجا رسیدیم، گفتیم ام دهدا دست بچه‌هاش رو گرفت، گفت بریم حالا تو اون باغ دیگه این باغ در راه خدا ما این رو دادیم، حتی اون خرمایی که در دست بچه‌هاش بود داده شد. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد ابو دهدا نکته جالبی رو میگه، میگه کم من عذق رداح فی الجنه لابی دهدا، چه درخت های خرمای پرور آماده. یعنی نیا کن اون چه جنتی هست، چون نیا کن اینا شباهته اما با اون چه که واقعیت داره فرق میکنه. یعنی از اون درخت های جنتی، از اون نخل های باغ های بهشت که خداوند برای ابی دهدا فراهم کرده. خب ابو دهدا تنها به این که حاضر نبود که به همینقدر که صدقه داد در راه خدا تمام بشه، بلکه ایشون هم آرزو داشت در میدان زندگی از خودش، از جان خودش هم مایه بذاره، وقت خودش در مسیر دعوت حرکت بکنه. و خب ایشون آرزوی شهادت در مسیر خدا رو هم داشت، چرا که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهش اشاره کرده بود بالاخره بهش در نصیبش میشه و فلان اینها، تا اینکه ایشون هم بالاخره جزو کسانیه که در غزوه احد به شهادت میرسه. داستان به این گونه است که میگن زمانی که غزوه احد شد، ابو دهدا با همسر خودش ام دهدا خداحافظی کرد و به سمت با کنار مجاهدین رفت تا بتونه با مشرکانی که قصد حمله و نابودی اونها رو داشتن چیکار بکنه؟ جهاد بکنه. وقتی که مسلمانان دچار شرایطی شدن که خبر رسید رسول خدا صلی الله علیه و سلم به شهادت رسیده، خب خبر دروغین بود که روح و روان مسلمانها رو به هم زده بود. ابو دهدا اونجا با تعدادی از انصار ثابت قدم و استوار ایستاد و ایشون جهاد کرد و کوتاه نیومد. اونطوری که ابن عبدالبر نقل میکنه، میگه ثابت ابن دهدا که همین ابو دهدا ما باشه، در روز احد با تعداد اندکی از مسلمانانی که بالاخره اونجا بودن، چون که اکثرا متفرق شدن، شرایط بودیم خواهد بود، داستان غزوه احد رو خوب داشته باشید، خیلی نکته مهمی بود و وضعیت روانی و شرایطی که بالاخره مسلمان ها در تنگی قرار گرفته بودن، در تنگنا قرار گرفته بودن و از اونورم در شرایطی که بود. ولی ایشون دیگه در اون لحظه کوتاه نمیگه، یا معشر الانصار، انصار کجا دارید میرید؟ الی، بیاید به طرف من. انا ثابت ابن دهدا، من ثابت پسر دهدا ام. ان کان محمد صلی الله علیه وسلم قد قتل، اگر محمد کشته شده باشه، فان الله حی لا یموت، اما خدا که زنده است خدا نمیمیره، بیاید از دین خودتون دفاع کنید، بجنگید، مبارزه بکنید. و اینجوری بود که خب ایشون هم تعدادی اطراف جمع شدن، دین خدا رو یاری کنیم، دین خدا رو نصرت کنیم، جمع شدند و بالاخره تعدادی از انصار رو و شروع کردن به مبارزه در برابر بالاخره مشرکینی که اومده بودن، اهل قریشی که اومده بودن. خب یک قسمتی از این کمانده ها و سواران قریش که دارای تجهیزات امکانات بالاتری بودن، که میگن در رأس اونها خالد ابن ولید بود، بالاخره به سمت این گروه انصار که در رأس اونها ابو دهدا بود، ثابت ابن دهدا بود، اومدن حمله کردند و اینها مقاومت کردند و ابو دهدا به همراه دوستان خودش در اونجا به شهادت رسید. و خب
حالا سخن اینجا بود که چگونه چه کسی میخواد خبر رو خبر شهادت ابو دهدا رو برای ام دهدا ببره. اما ببینیم چه اتفاقی میفته. وقتی که خبر شهادت ابو دهدا به ام دهدا رسید، ایشون مثل زنان جاهلی شروع نکرد به سر و صورت خودش بزنه، پیرهنشو پاره کنه، موهاشو پریشان بکنه، خاک به سرش بریزه. فقط گفت الله اکبر الله اکبر، انا لله و انا الیه راجعون. من همه این مصیبت ها و غم هایی رو که بر من وارد شده به خاطر الله صبر میکنم، پایداری میکنم و راضیم به رضای الله رب العالمین. و ما به سوی از خدا هستیم، به سوی خدا برمیگردیم. رفتار جاهلانه از خودش به خرج نداد، چرا که ایشون شاگردی از شاگردان مکتب رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. در هر صورت گفت بله، این همسر من به شرافت به منزلت و مقام شهادت منزلت ارتقا پیدا کرده، که این مقامی است که امیدوارم براش مبارک باشه و بهشت جاودان نصیبش بشه. ام دهدا خوشحال بود، چرا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از غزوه احد سالم اومده بودن. شایعاتی که پخش شده بود که در مورد شهادت رسول خدا بود، فهمید اینا شایعات هست و ایشون گفت بعد از سلامتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ما هر مصیبتی میتونه آسون باشه، چرا که ما همه غم رسول خدا رو داشتیم. بله، این ام دهدا انصاری هست که راضی است به رضای خدا و اسلام رو به عنوان یک دین انتخاب کرده، نه به عنوان یک اسم. رسول خدا رو صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر فرستاده خدا انتخاب کرده، نه به عنوان یک فردی که فقط اسمن داشته باشه یا واسطه بین خود و خداش بکنه. و ایشون یکی از زنانی است، از شاگردانی است، از بانوانی است، از صحابیات عصر رسول الله است که پرورش یافته این مکتبه. کسی که لذایز این دنیا رو رها میکنه برای اینکه به خوشبختی آخرت برسه، نه اینکه از این دنیا بهره مند نشه، ولی این دنیا رو خدای خودشون قرار نمیدن. و این صحابیه بزرگوار مثل سایر شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم میبینیم تصاویر صبر و پایداری ایشون رو، تصاویر نگاه ایشون به نسبت محمد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. و این همون نکته ایه که باید بهش ما توجه بکنیم. من بد نیست که دوباره در این قسمت به این نکته یادآوری بکنم. شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم رفتن، از بانوان و مردانی که بودن به خوشبختی و سعادت رسیدن، در این میدان آزمایش بهره‌مند شدن از اون چی که باید بهره‌مند شدن و به خوشنودی بزرگی دست پیدا کردن. اما نکته ای که در داستان ام دهدا و ابو دهدا داریم، جدا از این که اینها در این مکتب دین، در این مدرسه نبوت آموزش دیدن و خوشبختی دنیا آخرت نصیبشون شد، نگاه اونها به آیات قرآن بود. در جلسه قبل هم من گفتم اونجا که ابو دهدا اومد پیش پیامبر گفت خدا به قرض نیاز داره، گفت بله، در ازاش چی میده؟ گفت بهشت. این نگاه رو اگر مسلمان داشته باشه، نگاه بکنید، خداوند به برخی ثروت و توانایی داده، به برخی قدرت داده، به برخی شهرت داده، به برخی علم داده، به یکی سخنوری داده. اگر اینها در راه خوشنودی خدا به کار گرفته بشه، بدون غرور و تکبر سبب خوشبختی و سعادت انسان میشه. اون فردی که خداوند بهش دارایی داده، ما اشاره کردیم خداوند ازش میپرسه که تو آیا این دارایی تو دادی؟ حتی با این الفاظ که من گرسنه بودم تو به من غذا ندادی، من تشنه بودم تو به من آب ندادی، یعنی تو از این دارایی استفاده نکردی. امروز در حالی که خب این تربیت دینی نیاز به ثروت داره، نیاز به پرورش مدارس دینی خوب داره، نیاز به دانشگاه ها داره، نیاز به رسانه ها داره، اگر مسلمانان از کنار آیات الهی فقط تبرکن رد نشن، به آیات تأمل بکنن در زندگی خودشون، در زندگی همسرانشون، فرزندانشون، پدرشون، مادرانشون، خواهران و برادرانشون اثرگذار هستن. تفاوت شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مکتب وحی با ما در همین بود که اونها به آیات الهی، به سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم، سخنانی که در پیرامون آیات الهی بود و برای فهم دین بود، به عنوان یک دستور و یک قانون نگاه می‌کردند و در این التزام رشد پیدا می‌کردند، ارتقا پیدا می‌کردند و نسل برگزیده شدند
فبه هداه و مقتدی به هدایت اونها اقتدا پیدا کن. جایی که در مورد انبیاء علیهم السلام یه جاری میگه ولو آمنو به مثل ما آمنتم بهی فقد اهتدوا. ببینید ایمان یا شاگردان رسول خدا در مرحله که خداوند میگه اگر ایمان بیارن مشرکان، دیگران، منافقان، یهودیان، اهل کتاب، هر کسی هست، انسانها به آنگونه که شاگردان رسول خدا ایمان آوردن هدایت میشن. امیدواریم خداوند چنین ایمانی رو روزی همه ما بکنه. تا روز دیگه و جلسه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپرم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.